دکتر از امروز دیگه نمیخواد مدرسه بره. چرا؟ میگه از بچه های دیگه خجالت میکشن. باشه، ناراحتش نکنیم، بذارین آزاد باشه. به ماساژ ادامه بله حتما، ماساژ در بهبودش کمک سریع میکنه. شما فکر میکنیم پسرم بالاخره خوب میشه؟ والا من نمیتونم به شما جواب بدم. آقای دکتر، پس من چیکار کنم؟ این تنها پسر منه، تنها امید منه. گوشه ای از این دنیا نیست که من اونو برای معالجه نبرده باشم. چیکار کنم که معالجه بشه دکتر؟ امیدتون رو قطع نکنین. همونطور که گفتم، فلج شدن پای پسر شما در اثر یه شوک روحی به وجود اومده. بله دکتر. از وقتی که زن بیچاره من، یعنی مادر بهرام مرد، اون یه روز دیگه نتونست اصلا پاشو حرکت بده. آخه اونا خیلی همدیگر رو دوست داشتن. میتونم بگم بهرام هیچ وقت از مادرش جدا نشده بود. در هر حال باید روحیه این بچه رو قوی کرد تا میتونین بهش محبت کنین. اون عقده کمبود محبت داره، خیلی زیاد باید بهش توجه بشه. خب خداحافظ آقای توانگران. خداحافظ. سلام دکتر. سلام بابا. سلام ستاره جان، حالت چطوره؟ خوبه بابا. بهرام چیزی شده؟ نه جونم، دکتر اومده بود بهش سر بزنه. ابدا ناراحت نشین، حالش خوبه. خب خداحافظ همگی. شام در خدمتتون باشین. نه متشکرم، زنم منتظرم. قربان شما. مرحمت به سلامت. بابا بهرام. نه ناراحت نشو دخترم، حالش خوبه. بچه ها شام بدین. گرسنه نیست؟ نه پدر. شاید شام امشب رو دوست نداری؟ نه پدر، موضوع شام نیست. دیگه هیچ چیز منو خوشحال نمیکنه. هی شب میشه، هی روز میشه، هی شام بخور، نهار بخور، برو بخواب. دیگه به خدا از این زندگی خسته شدم. میخوای فردا با هم بریم گردش؟ خواهر همچی میگه گردش؟ چه گردشی؟ وقتی آدم به پای خودش نتونست را بره، دیگه اسم اون گردش نیست. باز از این حرفا زدی؟ ناشک نباش، خدا رو شکر کن پسرم. شکر کنم که زنده‌ام؟ کدوم زندگی پدر؟ از صبح تا غروب آدم روی یه صندلی چرخدار میخکوب شده باشه و نتونه تکون بخوره، اسمش زندگیه؟ آه پسرم، خواهش میکنم، خواهش میکنم، منو ببرین تو اتاقم، منو ببرین تو اتاقم، یالا. گرگی نکنم پسرم، خودم میبرم، خودم میبرم. کم پودری من ندارم. بس دیگه، گریه نکن بسرم، گریه نکن. گریه نکنم چی کار کنم؟ مگه کار دیگه هم میتونم بکنم؟ اینقدر بیتابی نکن بسرم، یه خود تحمل داشته باش. تحمل؟ آخه چقدر تحمل پدر؟ من علیلم، میفهمی؟
من ناقصم، منم دلم میخواد مثل همه بچه ها را برم بازی کنم، اما من نمیتونم. تو نمیدونی امروز تو مدرسه چقدر قصه خوردم، همه بچه ها بیکردن، میدویدن، میخندیدن، اما من... نه پدر، تو شانس نداری، پسرت هیچ وقت خوب نمیشه، من میدونم. بخواب پسرم، قصه نخور، خدا بزرگه، شب بخیر پسرم. ای خدای بزرگ، تو همه چیز به من داری، پول، ثروت، شهرت، اما ای کاش از همه اینها دو تا پای سالم به پسر بیچاره بیدم. آقای ببینم با مایی چه خبره؟ تو نصف شبی ستا تو گذاشتی رو سره. ببخشین دایی، ما نمیرسیم کوچه رو خریدی. پس حالا بدون و خافه خون بگیر، برو پیکاره. بریم بچه ها اکر دوکر بازی کنیم. حاجیتونم عشقش دو کلان غزل تر تمیز اهالی محترم این محله رو مهمون کنه. گفتم خفه شو. چی گفتی؟ گفتم خفه شو. نمیفهمم چی میگی. من کرم بیج در گوشم بنار. خب بگو ببینیم چی گفتم. کله خیلی عالی بود. قربون تو پسر با معرفت. گرد و بلای تو بخوره تو کاسه سر این دوتا نامرد بی معرفت. ناسی تو هم زورت زیاده هم صدات خیلی قشنگ. اختیار داری خجالت امیدی. خب قربون تو پسر جون ما رفتی. خدافظ. این دو روز زندگی حسه و موتم نداره.
نه هیچ کسی عشق برام نداره، قربه دارم اما آی ننه وایسه ببینم. سب کن بابا تو هم چه چند خبر تو بیخودی دادی بیداد میکنی؟ تو اینا رو کجا میبری ننه؟ کچلوار منه ناوه ناوه. برو بابا خدا پدر تو بیامرز کجاش نوه؟ اینا مال کاس بشخابیه. ده بی کاس بشخابی هنو میشه اینا رو پوشید؟ ده بده ده گفتم نمیخوام اینا رو بفروشید. بده من این کچلوار عمرشو کرده باید ردش کنم بره. عجب بابا سرتقی هستی، میگم من که مال من نی نمیخوام بفروشیش، تمام شده رفت قالو بکه. خب شیر خطری واس شیر خط؟ آره رای دیگه ای نداری بریم. دنیا تو شکر بزن بریم. خب بگو ببینم شیر یا خط؟ خط. خط نه نه شیر. خط تو باختی. باختی جاست تو همش میبازی پسر، برو بازی یاد بگی. لباس ها مال کاس بشقابی میشه. دل دارم قلبه دارم یه بره دارم این کباب یک کوبیده دارم بفر به کباب کبابی دل دارم. بیا بستا این رستر اون میکنده دو سیخ جگره یک ها کوبیدم بره من الان میرم کبابی بره من چی شد دل دارم بره من بفر دسته کباب بفرما اکه اسمال یک کتیه اینه رو بپن اسوزه اصلا بپن اسوزه توی اسمالی؟ سلام سلام جماله توی کلیمی مثال تو قربت برم این توی چیه پسر ما رو برانداز میکنی؟ خودم هم دیگه اسمالی رفیقه. با تو که چند وقت پیش این رقمی نبودی بینم حتما یه برد کلام کردی ها. تو شانس من بودیم، ما هر وقت با هم دیگه کار میکردیم ما همیشه میبردم. حالا هم البته برعک نیست، اما اگه تو بیای دوباره خیلی عالی میشه. نه داشت من قسم خوردم دیگه دور قمار رو خیت بکشم، تو هم دور ما رو خیت بکش. خب حالا چی کارم میکنی؟ دارم یه قمار خیلی گنده میکنم، میدونی میخوام زن بگیرم. تو ببینی آخو پسا کی به تو زن میده؟ یه دختر است مثل ما، پدرش هم از اون پول داراست. برو پسا چخان نکن اسمال یکتی. نه که نگفتم اسمال یکتی میخواد بره خواستگاری. جناب آقای دکتر مهندس اسمال کتیان از دختر خواستگاری میکنه. کتیان؟ لابد اینم از اسمال یکتی میاد. بچی خیالت رسیده. پسر رو تو برم خیلی نقشه کشی. اما بهت بگم اسمالی این کارا آخر آقابت نداره، بالاخره یه روز یه راست میره هلوفتونی. بی خیالش رفی، دختره رو حسابی پختمش، این دفعه دیگه قمار آخرمه، اگه بردم که دیگه همه عمر راحت و آسودم. نمیفهمم تو چه جور آدمی هستی. خب دلم واسه تنگ شده بود گفتم بیام ببینم. راستی ننه چطوره حالش خوبه؟ قربو تو بدنی ای نفسکی میکشی. خب دیگه من باید برم خیلی کار دارم، فردا با نامزدم هستم، اگه نقشم عملی بشه دختره یه راست میفته تو تور. قربون تو خدافظ. خدا چاک کن. چاک کن. تا خدا تو چه بنده هایی داری؟ بگذر که ما بهتر از اون نبودیم، هم خودت میدونی که ما توبه کردیم، ولی اون نامرد انگار جای شمونه ها رو تخم تقلب میکنه. بریم با پیکارون به ما چیه؟ آی اومدم دهت جگره آقا رو داری آقا سلا؟ آره. خیلی خوب اینا رو بده اون میز گوشه ای بجام تا یخ نکرده پدر. چش رو چشم زیانمی. ای دل دارم کباب بره دارم کباب بفرما. با چه کبابی سوخ اب نداره میخورم. بیا این سفارشی رو بده آقا. اون امشب دیگه نمیاد. قربان اون همیشه 11 از اینجا رد میشه. 11؟ این روز زندگی حسه و ما
کسی عشق مرا هم نداره. قربه دارم اما ببر نم قلبه ای دل بر ندارم. جیگر دارم اما ببر یک دل بره جیگر ندارم. دل کباب جیگر کباب دل بی دل بر کباب دل کباب جیگر کباب دل بی دل بر کباب. بیده بار آهای نمی فهمم اینا دیگه کیه؟ این سرسد آقا چه رو انداختی مرد؟ ببینم رفیق اینا با تو ها؟ آره اون یکی پدرمه اون یکی هم خواهرمه. آه پس بابا تو آبجی خانومت. خب آقا چی فرمودن؟ من بچه مریض دارم تو با آوازت شبا مزاحمه اون میشی. مزاحم چرا قربون سیبیل چخماقی صدام که بد نیست. چه از خود راضی هم هست. سلام علیکم خانم خانوما. میگم آه شما که اینطور لخت و پتی هواگیری میکنین سرما نمیخورین. با مزه گفت نه جون من با نمک نبود. تو دیوونه ای تو مرز مردم آزاری داری. بدر ولش کنی چه کارش دارین اون دوست منه. کوچیکتم رفی بابا ایو هنوز ما فقط یه غزل کارشو کردیم چه علم شنگایی راه افتاده با هنرشناسی تو کجا رفته ها؟ با مزه گفتم نه جون من با نمک نبود. محمود برو تلفن کن پاسبان بیاد تا بهش بگم. پاسبان؟ بله رفیق مثل اینکه کار داره بیخ پیدا میکنه ما رفتیم قربون تو. فرشا بیرد نره منتظره چشم میام اما تو اینقدر تلخی که با یه من اصل نمیشه خواهد خورم پکنه برماز تموم نشده. اما تو آبجی من چیزی بهت نمیگم اما ایشالله اینقدر بیشواری بکشی که دندون ها و مواد رنگ دیوار سفید بشن. با مزه گفتم نه جون ما با نمک نبود. تو این روزگار عجب آدم های پیدا میشن اونم اینقدر لات و بی‌تربیت. بیا گفت شب آواز ما شب نداران. من نیفهمم اگه آواز خوندن جرمه پس چرا جلوی این ایرج خوننده رو نمیگیرن؟ میگه ماره میچسبن. اینم که عصبانی. برو در باز کن. عزیزم میدونم که یه کمی برای عروسی بوده اما ما الان یک ماه که داریم با هم دیگه معاشرت میکنیم دیگه فکر میکنم نامزد بازی بیشتر از یه ماه لطفی داشته باشه. درست میگم؟ برای یه ماه کافیه. یک ماه با هم معاشرت میکنیم ولی هیچ وقت بابا جون ما رو تنها نمیذاره که دو کلمه حرفه خصوصی بزنیم. خب اینم درست هم جای مادرت هم و هم جای پدرت هم مسئله است. معروف که میگن در دروازه رو میشه بس ولی در مردم رو نمیشه بس. اینه که ناچار تا قبل از عروسی مزاحمت باشی. حال دارین چه مزاحمتی؟ خواهش میکنم راستی ببینم امشب چیکار میکنین. والله یکی دو شب یه مزاحم تو کوچه ما پیدا شده نمیذاره بخوابیم. اجازه بده امشب استراحت کنیم. بله بله امشب استراحت کنیم. خواهش میکنم اشکال نداره. ست
سلام علیکم، از وعده وفا. سلام، چطوری؟ مثل پلو تو توری. خب رفیق، ما رو واسه چی گفتی بیم اینجا؟ ازت خوشم میاد. آخه من هیچ کس ندارم با هم حرف بزنه، حرفمو بفهمه، با هم بازی کنه. دست خوش بابا، عجب همبازی پیدا کردی. من تو سن و سالمون به هم نمیخوره. میدونم، اما خودت گفتی با من رفیقی، مگه نگفتی؟ لا اله الا الله. ببینم رفیق، اسمت چیه؟ اسم من محرمه، تو اسمت چیه؟ به من میگن جناب آقای حسن خان کبابی. حسن کبابی؟ دل کباب، جیگر کباب، دل بی دل بر کباب. دل بخور، غصه نخور، غصه دل و خون میکنه. خنده کن، خنده زده غصه را بیرون میکنه. دل کباب، جیگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب، جیگر کباب. دیدی یاد گرفتم، من همه آوازه تو رو حفظ کردم. فقط چه چه رو خوب نمیتونم بزنم. ببین، عیبی نداره، منم همیشه نمیتونم خوب چه چه بزنم. گاهی میشه، گاهی نمیشه. بخون جون من، بخون. وقتی میخونی دلم باز میشه، همه قصه هم یادم میره. سباشو ای وای، بابا اومد، در رو زودش بزن بچه که لسود باش. شاه حق ما رفتی. نمیفهمم، آخه ما رو واسه چی برشی آورد اینجا؟ تو باید به من کمک کنی. کمک؟ اینو باش، ما خیال کردیم کار خلافی کردیم، برامون داشتی آورده بونه اینجا. آخه از ما چه کمکی ساخته؟ من یه بچه دارم. بچه؟ خب اینه که همه دارن، چیز مهمی. نه، بچه من غیر از بچه های دیگه است. همه با من نه خیال میکنن بچه هاشون غیر از بچه های دیگه. تو نمیفهمی من چی میکم؟ واقعا بچه من غیر از بچه های دیگه است. های محمود، بهرامو بیار. بپوشون خودتو آبجی، نامرم چرا دوست داده بعده این که ماجد نامر بسی بگو ببینم تو چی کار میکنی همیشه اینقدر خوشحال رو بگو بخندی؟ به من یاد بده. لا 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 لا، ما که از حرفای شما هیچ چیز سر در نمیاریم، فقط بسی یه چیزی یادت بدم، وقتی خیلی اوقات تلخه بزن تو آواز. چی؟ آواز؟ آره. من که بلد نیستم آواز بخونم. مهم نی، اگه صدای انکلال اسباتم داشته باشی وقتی بخونی حالت سر جاش میاد. من الان خیلی ناراحتم، برای این بچه خیلی دلواپسم. پس بخون، بزن زیر آواز، چه معطلی؟ چطوری آخه؟ چطوری نداره پسر، بخون، آواز بخون، بخون دیگه. بابا ای والا، عجب صدای جهنی داری، جهنم بازم بخون، کاچی به از این چیه؟ یا حبیب من. پدر جون جدن صدات خیلی بده ها. سامانه کاغ برا، دیدی بابا چه صدای عوضی داره. بس صدای آقا،
اسم من توانگره، اسم تو چیه؟ مخلص شما جناب آقای اصغر آقای کبابی. خیلی خوب حسن آقا، حاضری به من کمک کنی؟ باز میگه کمک کنی؟ آقای توان. توانگران. چه فرقی میکنه آقای توان؟ من چه کمک از دستم ساخته است؟ تو که همه چی داری، ماشین، خونه، پول. آره پول خیلی دارم، اما شادی هیچی ندارم. من برعکس تو هم، پول مول ماکو، اما عوضش تا بخوای بیغم روزگارم. ماهی 2000 تومان بهت میدم که پسر منو تنها نذاری، باهاش باشی و خوشحالش کنی. نداشم، اگه پول بگیرم واسه یه کار مردونه است، اینی که تو میخوای از حد سگیر سلطانی برمیاد. نه اشتباه میکنی، این کار فقط از عهده تو ساخته است. این بابا چی میگه بابا؟ اصلا تو چه احتیاجی به من داری؟ پشت بینجی ببینم. من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ یه تکون بخور بوده بی بیشه چید ببینم. یاله با تو هم، مگه چلاقی؟ آره، اون فلج. چی؟ فلجی؟ منو ببخش رفیق، نفهمیدم قربونت برم، غلط کردم، به خدا نفهمیدم. گریه نکن، من رفیق تو هم، خیلی دوست دارم. تو مثل داشت خودم میمونی. به خدا من تا حالا به یه مورچم آزار نرسوندم. منو ببخش. حالا فهمیدی چرا به تو احتیاج دارم؟ پسرمو دست تو میسپارم. اون ناامید، امیدوارش کن. اون دلش پر از غمه، به زندگی شادی بده، هرچی هم بخوای بهت میدم. نه صحبت پولو نکن، موضوع حالا دیگه خیلی فرق میکنه. یه انسون به یه انسون دیگه احتیاج داره، این برای من مهمه، باقیشو بلدش. چش چش، از همین فردا صبح شروع میکنم. خیلی ازت متشکرم بابا. هیچ میدونی چی کار داری میکنی؟ آوردن این مرد توی این خونه اشتباهه. چند کلمم از مادر عروس اشناف با مزه گفتم، نه جون من با نمک دارم. چرا خیلی با نمک؟ این مرد قابل تحمل نیست. ولی ما شما رو تحمل مینماییم خانوم. خب خداحافظ تا فردا. قربون شما آقای توان. توانگران یادت باشه. خیلی خوب بابا، منم چه گفتم، توان. دیفونی توان توان. مامون این خود آبسر برای آبچی بیار، خیلی از آبچی بیار. قربونت برم پسر نازم، آره برای حتما آبسر بیاریم، حتما. خیلی نوکرتم. یه راقه دیگه بسید خواهد. خوش رو بهت میگم، آدمی که صبح کله سهر میاد خونه، چشمش کور تموم روز بیخواب میمون. باشه برو دست صورت تو بشه. چرا همچه میکنی ننه؟ باشه برو دنبال کار زندگی پسر، همش گرفتی خوابیدی. هر رفیقت اسمال یک کتی یاد بگیر، دیدی چقدر زرنگه؟ آره خیلی زرنگه ننه، اسمال یک کتی ختم مرد رندای روزگاره. اتفاقا همین دیروز اومده بود دم دکون، اگه بدونی چه سر وضعی داشت. عالی به جون تو، اتومبیلی، کرواتی، خلاصه دم و دستگاهی به هم زده بود نامه. کاش که اقلا تو هم عرضه اونو داشتی. نه بابا، من کجا اون کجا. اسمالی خیلی زرنگه، کلش اینه هو ساعت کار میکنه بسه. من خیلی ازش خوشم میاد ننه. چرا باش کار نمیکنی؟ نه نه نه، اینجور نونه ها گلو ما پایین نمیره. من دیرم شد ننه، من رفتم. چایی تو بخور. خودت بخور، چایی که اینه هو جوشونده. بابا خیش حالی بودم. هی ببینم ناخونا، پولاتو کجا قایم کردی؟ تو جیبت نبود؟ با مستر تو ننه، بازی ما رو گشتی؟ دیرو که خرجی یه هفته گرفتی؟ ساخرا خانم با شوهرش میان اینجا، مهمونی خرج داره جونم. تو دعوت کردی، خودت هم راست ریسش کن. وایسا ببینم اینجا خونه توه. چی؟ خونه منه؟ قربونت برم ننه که خدا شاهده خلیز درنگی. موقع پول دادن که میشه خونه ماست، بله؟ خب حالا چی میگی؟ پول میدی یا نه؟ نه. صبر کن صبر کن، شیر یا خط بری؟ بازم شیر خط بریم؟ باشه، اما این دفعه ازت میبرم، برو بالا ببینم. تا نرفتم بالا بگو شیر یا خط. شیر خطه، پولا رو کن بیاد حسن کبابی. آخ باز بود، کت مرتضایی هنده هم پشت بسته لاکر دار. تو مگه خوابشو ببینی که بتونی حتما ببری تفل مسئول؟ ای موش مرده، فقط تو کفشتو نمیدم. آره بچی، یکی دارم با
همش بده من بینم. نه همه نسبته. آهای حسنی یه در تو کو؟ نه ناکرتم یه کار تازه پیدا کردم، میرم منزل جناب آقای توانگران. آمنه آمنه چشم و چراغ منه، آمنه آمنه نوبت کار منه. خب ما داریم میری بیرون، کاری نری های توان. آه توانگران. آه ولمون کن بابا توان توان، حالا من چه فرقی میکنه؟ خیال میکنه اگه بهش یک گران اضافه کنن گرونتر میشه. خیلی خب اول ببرش ماساژ امروزشو بده، بعد یه خود چشم خودمون همین فکر کرده بودیم. من ماشینمو دادم سرویس، میتونم ماشین تو رو ببرم؟ نه فقط یه خود استشکالات فنی داره خانم. من از تو نپرسیدم. سلام علیکم، ببخشید یه خود سلاممون دیر شد. ماشینتو میتونم ببرم؟ آخه که نمیشه. اولندش ما داریم با اون ماشین میریم دنبال کارمون، دومندش وقتی آدم سلام میکنه جواب سلام چی میگه؟ من نمی نکنیم دست کارای بابام دارم دیوونه میشم. آره از قیافت پیداست. خب خانم خانم ما شما رو میبریم، فقط شرطش اینه که زیاد اخم و تخم نکنید، دلمون میگیره. آره دخترم تو هم با بحران برو، وقتی آدم مجبوره راه دیگه ای نداره. رو تو برم دختر حسن نرشا. از پس شست و قیافه و قوقوز بیاد چیتونه میگه نبرش بزه با تاکسی بار بره. سلمونی آبجی. ولی این چه طرف حرف زدن آبجی چی؟ لابد آقا معلمت یادت دادی؟ بله خانم خانم ما یادش داریم. حالا چی میگی؟ بردینش اکابر دلخوری؟ بله معلومه که دلخورم. اگه دلخوری بر بزن بر شونه ای دیوونه همینجا نگه دار. چشم. آره آبجی تو هست میگه کاریه، فقط اصلش اقرش بستن. چرا دیگه خوشمزدگی این بیمسانه دل قشی گرفتم. آقای پسر یه ساعت دیگه بیا همینجا عقبم، دیر نکنی. چشم شما بفرمایید خودتون رو خوشگل کنیم، منتظر باشین ما میام عقبتون. آره آره تو میری اومدی عقبت، پیاده برگرد پاد باشه بزن بریم عشق آقا برام. الو سلام دکتر، داشتم میرفتم تجارت خونه که زنگ زدی. میخواستم حال بهرام رو بپرسم. بله آقای دکتر وضع روحیش فوق العاده بهتره. خب الحمدلله روحی بهرام مثلا. بله حتما، این روزه یه دوستی پیدا کرده که فقط باید ببینیش، موجود فوق العاده جالبیه. بهرام خیلی دوستش داره. رفتم بیرون یه خوده بکردم. خب خوشحالم. قربون شما، خدا حافظ آقای دکتر. دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل کباب جگر کباب، دل بی دل بر کباب، دل بخور بوسه نخور، بوسه دل و خون میکنه، خند کن خند زدن، بوسه رو بی
من دیگه دارم از کارای تو دیوونه میشم پدر. این پسر یه ساعت تمرمونی کاش بالاخره مجبور شدم با تاکسی بیام خونه. میدونم. خب حسن دیگه کارش نمیشه کرد. یعنی چون حسن هر غلطی دلش خواست میتونه بکنه، تقصیر شماست پدر، بهش رو میدی و الا اون حق نداره با من اینطور رفتار کنه. دخترم اون که نوکر ما نیست، من ازش خواهش کردم بیاد پیش ما کار بکنه. اونم همونطور که میدونی به خاطر بهرامه. آخه بهرام خیلی دوستش داره. اون دیوونه از پدر عقل درست حسابی نداره، هرچی از دهنش در بیاد به آدم میگه. ازش خیلی بدم میاد، نمیدونی چقدر ازش متنفرم. بابا صدام آقای بوهان، خیلی مرسی کنم قربان، خیلی خوش آمدی. سلام آوردی، تمنا میکنم از این که سرزده بیتون شرف رو شدم. بابا مزار احتیاط داریم، اینجا منزل خودتونه. شما دیروز به قدری به ما محبت کردین که من به ستاره واقعا خجالت کشیدم. خواهش میکنم ستاره جا کنه بایستدی بیا جلو آقای مهندس. سلام کنم. سلام آقای مهندس. میبخشین که مزاحم شدم. میکنم این چه آمدم پیشتون هم قرار مدار روز عرض کنون رو بگذاریم و هم یه چند لحظه خدمت شما و آقای توانگران باشم. قربون شما، لطف کردیم. بفرمین بگذاریم. نه نه نه، زحمت کم میکنم. بگیریم ما بیشتر از این مدارم. چشم، چشم. شما دیگه از خودمون هستید. رب به شما نمیاد آقای ما. خواهش میکنم هر حرفی هم داریم و سالون. سالون، بله. خواهش، سالون، چشم. خب، حالا یه وقت استراحت کنم، خیلی خسته شدی. نه، وقتی با تو هم نمیدونم چرا اصلا خسته نمیشم. بسی نمیشه حالا نری پیش من بمونی؟ نه، قربونت برم پسر خوب. آخه ما خونه و زندگی داریم، کار کاسبی داریم، باید داریم یه سری هم به اونا بزنیم. حالی یه خود استراحت کن، دراز بشت کن، فرد است و به اول وقت خدمتت میرسن. یا حق، یا حق، حق نگه داره. کجا میری؟ با عزتون یه تلفن بزنم اون بیم. خواهش میکنم، خدا کنه تا مهندس نایمد اینجا یارو از اینجا بری. چه اشکالی داره؟ مگه این بیچاره لولو خورخوره است؟ نه بابا جون، باز یه حرفی میزنه آبرونه میره. خب ما داریم زحمت جمع میکنیم، کاری نداری؟ نه خیر، به سلامت. چه دختر با تربیتی شدی، پس حالا بهتره بمونم و یه وقت با هم دیگه اختلاط کنیم. نه بابا غلط کردم، بلند شو برو. آفرین، حالا شدی خودت. خب آیه توانگران، بله توان، همون توان. امروز شنگول منگولت میبینم. چیه؟ باز مگه آواز خوندید بره در؟ آوازه که من همیشه میخونم، ولی امروز نامزد دختر رو نامزد چی بودم؟ پس جایز شد چی بیشینم؟ چه شانسی آورده دختره و چه بدشانسی طرف به من بوده؟ برو بابا برو دیگه. نه نه خب دارم میره، چرا حالت میده گم دیگه بگه پسره بیتربیت پارو. راستی آقای توان، توانگرا دلت میخواد فرد صبح که میام یه دست کلپاچه تمیز وسط بیارم؟ نه نه نمیخوام، مرسی مرسی. وای خدا جونم، دارم دیوونه میشم. نه 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 نه، بذار ما بریم بعدا دیوونه شو. قربون شما، من از زیاد آخی رفت، راحت شدم. میگم آقای توان، نمیخواییم جایی بریم بیام دنبال تو؟ نه آقا، بنده جایی نمیرم، منزل میمونم. اوقات تخه، آواز آواز یاده نره آواز. یا خوبه خوبه، چطوره؟ خوبه با من؟ آره داری پیش میاد. چه خانه قشنگی داری، چه مهمونی جالبی. متشکرم، بفرمین بشین. خیلی باز ببخشینا، یه ساله دیگه دارم قربان. خیلی خوب، باشه باشه، فردا سال. خیلی خوب، بازم خداحافظ شما. خدا تو نوکر خودت و پدرت هم چطوری؟ آقسمال آقسمال یکتی صحباتو وحباتو اون نفس شفات عشقه رفیق، پا تو هم آقای توانو میشنسی؟ توانگران، بله آهنگران، همون دیگه. میدونی اسمال جون، به ننه گفتم اومدی در دکون. خیلی باز ببخشی رفیق، اول نشناخت منه. خیلی مکش مرگ ما شدی. بد برده، من یه حاجت نمیشته سی. راستشو بخواین نه آقا. نه اور نه، یا اسمال یک گتی، من پسرتم دیگه. خب خب چیه؟ ما که سیمات قاطی شده بودم، من حسنم رفیقتم. بنده شما رو تا حالا ندیدم آقا. ندیدی؟ نه خیر. تا چیه میگه اصلی؟
معذرت میخوام آقا، من اصلا شما رو نمیشناسم. لا اله الا الله. میگه چه رنگشه؟ یعنی میگه اصلا بنده رو زیارت نکرده که نکردی؟ عرض کردم خیر. باشه، منم تو رو نمیشناسم، اصلا عوضی گرفتم. راست میگی، اونی که من میشناختم یه آدم با معرفت حسابی بود، نه مثل تو یه بی معرفت بی منظور. نگفتم بابا این دیوونه است؟ با دیوانه است، کی بود آقا؟ مهم نیست، بفرمین بشین، بفرمین باشین. دیگه من دیگه باید مرخص میشم، باید برم سریع به کارخانه جاتم بزنم. خداحافظ شما. مرمت و زیاد. خداحافظ شما. این که قبول نیست، قرار بود راجع به عروسی با هم صحبت کنیم. آره نذاشتن دیگه، اگه اجازه بفرمایید فردا عصر میام حضورتون. باشه، فردا عصر منتظرتون. بله چشم، حتما. خداحافظ. مرمت شما. خداحافظ. چه آدم مؤدبی. آدم لذت میبره. یکی مثل این، یکی هم مثل اون پسره بی تربیت و بی شعور. آره، پیداست که مهندس آدم اصیل و پدر مادر داریه. کاش که بتونه شوهر خوبیه برای تو باشه. اینم جزء همون آقا این جنگ پیرو مده سر یکی از میزای پوکت کارت مرد کمر رخ کرده بعد بیرون تو اصلا یه کارتم بده به ما منم دو کارت جمع 20,000 دارم بقیهش عرض کردم بقیهش با کمتر دیدم آقایون ساندویچ بله میکنه؟ ساندویچ یا ببخشید خیلی معذرت میخوام بقیهش چقدره؟ 60,000 تومانی میشه. مجبورم ببینم. منم که تا حالا شو دیدم. منم دیدم. کاره شاه. دور بودم ها. شما چی؟ من؟ بسیم که چهار که ساعت بودارم. کاره آس. کاره آس. به خوشکی شانس. چطور آجام کن؟ خب، خیلی متشکرم آقا جون. خوش گذر، خدا حافظ. بزن بریم. دست
موقع ساندویچ قمار مردونه ای نبود، هیچ خوشم نیومد. برو داشتم، چی داری میگی؟ قمار که مردون و غیر مردونه نداره، باید برد. تو که میدونی من از باغ اصلا خوشم نمیاد. منم با سر چیزاش قمار گوشتم کنار. اگه بتونم با دختر توانگران زودتر عروسی کنم، نونمون تو رقمه. میدونی اصلا که این بزرگترین قمار زندگی منه، میلیون ها تومن پول توشه. بیخ خیاله. یعنی چی؟ مخالفی؟ آره. من با آقای توانگران نون نمک خوردم، نمیتونم بذارم تو زندگیشو بیرد کنی. برو بچه، نون و نمک چیه؟ حتما داری شوخی میکنی. نه جونه اسمال، بی شوخی. من نمیذارم تو این کار رو بکنی. هر جو بری جلوت وابیسم. آخه این کار شرافت مگونه نیست. اونا به تو اطمینون کردن، تو خونشون راه دادن، اون وقت تو بیا این کلک رو سوار بکنی. بینن نکنه گلوکش دختری گیر کرده. من اون یکی اونبال بهشت، یکی اونبال جهنم. خب بچه رو سنگشو به سینه میزنی؟ گفتم که نون و نمکشون رو خوردم. این حرفا چرنده. من و تو با هم از برادرم نزدیک داریم. حالا نمیخوای با من رابیه، اشکال نداره، اما جیرون با نشتی. این هم یه جور قماره. تو دستمو دیدی لوش نده، مردونگی نیست. قبول؟ والا نمیدونم چی بگم، سر دورایی بدی گیر کردم. ببین اسما، اگه به اون خانواده تو کاری نداشته باشی، من هیچ وقت مزاحمت نمیشم. راه برای تو خیلی با هم توفیر داره. خداحافظ. میترسم این پسر کارا رو به کلی خراب. از دور خارجش کنید؟ نه، حالا زوده. باید ببینیم چقدر دست میخواد. هیچ کاری نمیتونه بکنه. تو اونه مثل من نمیشنسی. وقتی بیرش میگیره شمرم جلو دارش نیست. نه چیه؟ باید که در میزنم. آره شنیدم. برو در واکن. بح رو تو برم بچه. تو گردن کنه اینجا بشینی، اون وقت من پیرزن برم در واکن کنم. من که حالش ندارم قربونه. باشه شیریه خب بری. دو باسم شیریه خب. بله بگو شیریه خب. خط شیره، پاشو بذار بابا. یا واسه عجب شانسی میاره. واسه چرا اینجا نشستی؟ پاشو برو با اون شانست قمارخونه رو برش کن. حسنی، درو پشت سرت باز نذاری. دوباره ببندش. خیلی خوب. مادر از آقا اینجاست؟ آره من خودمم. لطفا راه بیافتیم بریم. راه بیافتم. من 30 سال پیش افتادم کجا راه بیافتم؟ به خدا قسم دروغ جا سروان. به تو میگم ساکت باش حسن، از تو شکایت شده. جواب سربان، به جون شما نباشه، به جون هرچی مرد کار ما یکی. ما هر روزی که قبل حضرت گرفتیم، قبل رو بوسیدیم و گوشتیم کنه. دیروز باز پول یه آدم حسابی رو بردم. طرف خودش از اون زرنگا و کفن قمار باداز فهمیده که بهش کلک زدم. خب به ما چه مربوطیه؟ میخواست بازی نکنه. من فوراً به تو شک بردم و برای همین هست که اینجایی. به قرمت با حضی گرفتی. باید رو برو کنیم. سرکار اون آقا بیان تو. باشه تشت بیارن تو. قدمشون رو تخ کن چشای ما. بپرن. سلام علیکم. سلام علیکم. شما شکایت کردین یه نفر پول شما رو برده. ببینین ایشونه. ببخشین سرکار، این عینه که من دوربینه نمیتونم ببینم، اجازه بدین که عوضش کنم. اینه چیاره باشه؟ این نیست، اون آدم است. متشکرم، شما میتونین تشریف ببرین، من اون مرد براتون پیدا میکنیم. خداحافظ. تو فکر میکنی که این کارو کرده؟ والا ما که کف دستمونو بو نکردی. از رفقای قمارباز قدیمی؟ چونشون جاستر با ما خیلی وقت با اونو هیچ سرکاری نداریم. خیلی خوب، متشکرم، میتونی بریم. قربون شما، خوب بچتون یه داره. توی؟ سلام. این روز منو بردن کرمتری، یکی شکایت به من چه؟ همون پیر مردی که اون حقستانی به جا بشترین اونجا بود. جونه؟ اسم منو که نبردیم؟ نه، ولی یادت داره اینجا جلوت وامیستم. من نمیذارم تو این خانواده رو بردم. بارو بارو دلو شوخی نمی کنم اسما. دفعه دیگه خودت باید جواب جناب سروانو بدی. به منم هیچ مربوطی نیست. به منم هیچ مربوطی نیست. این شوهر خودت انتخاب کردی، خودت هم پاش پیر میشی. میدونم بابا،
اما اسماعیل همیشه دیر میاد. الان سر شبه. این منو عصبانی کرد. مگه دیروز نگفت عصری میاد؟ خب لابد کارش زیاده. بالاخره میاد. بله همیشه وقتی میرسه که خیلی دیره. تا دیر نشده دست از این کلکات وردار، عاقبت نداره. باز شروع کردی به موعظه کردن؟ موعظه شمونه ها داره میاد. کی یارو پیر مرد است؟ چونو من یک کاری بکنم؟ گفتم که من مرد بیم. خب داداش جان هنوز قمار بل نکردم. والله هر کسی یه عیبی داره دیگه. منم عاشق بیقرار قمار. خب این شده که همیشه برنده باشه. آخه یه گیرش بیارم میدونم چه بلا دیگه. آقا سرت برادر راستی تو با مهندس آشنا هستی؟ نه از ما آقای دکتر مهندس کتریان نامزد ستاره. من که بدون عینک نمیتونم ببینم. اون یکی عینک هم که یادم رفته بیارم صورت ماهت ببینم. دامادن داداش جان شما همیشه لطف داشتی و چقدر خوب شد که امشب همه دور همینو میتونیم شامو با هم بخوریم. آخه فایدهش چیه؟ شما که پای بازی نداری. ببینم آقای مهندس شما بازی بلدی؟ نخیر خودم یادت میاد. آقا عینکو پیدا نکردم. عیبی نداره بعدم پیدا میشه. خب بازی جور شد؟ بعدن فعلا تو برو شامو حاضر کن. میخوایم امشب همه دور هم باشیم. خیلی متشکرم. اگه اجازه بفرمایید من با ستاره جون شام بیرون میرم. اینا داره شما دارن. آش این آقا کیه که مخالفه؟ این آقا کبابیه داداش. آه پس کبابیه مخالفه. چاکر شما. بله آقا معنی نداره دو نفری تانایی با هم برن. به تو چه من نمیفهمم مگه باید از تو اجازه گرفت؟ بله پس چی؟ نمیشه من نمیذارم. آقا جون این حرفا به شما نیومده. ما دو تا نامزدیم خودمونم تصمیم میگیریم. نه خیر سه نفری تصمیم میگیریم. هر جام بریم سه نفری میریم. بله آقا سه نفری هم میشه. ولی داداش اینا دو نفری نام زدن. آره خب دو نفری هم میشه. این چی میگه آقا؟ نه خیر یا سه نفری یا اصلا بازی نشه. یکی تو شماها پیدا نمیشه بزنه دهن این پسره رو خرد کنه. اسی جون آخه تو یه چیزی بهش بگو. همینا برای آخرین دفعه بهت میگم ساکت باش و الاغ اینک بله بدم نمیگه سه نفری هم میشه. حرف نکردم سه نفری هم میشه داداش. بله حالا امشب کجا خیال داریم بریم؟ بله قراره بریم کابر هیپی. نارکس بالاخره بهش مشروب میخورونه. عجب ویسکی خوبی میخوری؟ نه مکنم چیز خوبی ها بعد این اجازه بده نخورم. خوب دارم قیافشو میبینم میخواد نقششو عملی بکنه. همین الان داره میگه بخور مشروب آدم گرم میکنه. بخور مشروب آدم گرم میکنه. یه خوده با برای چی اصرایی بری من مشروب بخورم؟ خیلی خوب نخور. من فقط میخوام بهمون خوش بگذره. نمیشه من بخورم تو همینطور منو تماشا کنی؟ بیمعرفت و حقه باز. ببین چه جوری داره بلاف میاد. حتما همین الان داره میگه مگه از من خوشت نمیاد پس این یه گیلاسم بکن. مگه از من خوشت نمیاد این یه گیلاسم بکن. میترسم جان بخور دیگه. چیزی نیست. حالا دختره ی احمق دیوونه بالاخره گول میخوره. من نباس بذارم. من باید هر طور هست برم تو.
آقاه بینج ببینم. هلو مستر هاو آر یو هیپیم من. هلو مستر هاو آر یو هیپیم من. ببینم جونی بیکاری؟ بیکار پدرته؟ اما هزار سال میخواستم یه نونی بهت برسونم. اما تو که کچل بودی این کلوجیز گفته بود. احمق من خواننده جدید این کابارم باید ظرف داشته باشم. من بیپر. هلو مستر هاو آر یو هیپیم من. هلو مستر هاو آر یو هیپیم من. یه گیتار منو بیا تو زود باش. هلو مستر هاو آر یو مرد خشه. مرد باز خشه باشه. من باید بخوام چه زدمت. من ضعیف گوش نیستم. خوخش بالاخره راهش پیدا شد. چه جوری به این تو حالی که یه دمم آغاز کنیم. هلو مستر هاو آر یو هیپیم من. هلو مستر هاو آر یو هیپیم من. هیپیم من. هیپیم من. ببخشید شما خواننده جدید هستین؟ هلو مستر هاو آر یو هیپیم من. جی جان بفرمایید دیر شده منتظرتونم. درویش فرنگی اومدی مثل مفنگی اومدی های پتی باشم ماری لون تفنگی اومدی ماری جوانا رو بیار اون چرس و بنگی اومدی اون چرس و بنگی اومدی بلا کنی بلا کنی بلا کنی بلا کنی بابا ایارو گر رفت
برو خونه. داره درخت بر این آس درد شد. تو برو خونه. باش برو بابا چرا بی خودی بی خودی یه وری میشم؟ آخه چرا این وری میرم و اون وری میشم؟ کی میگه که مستم؟ راحت باشه ما یکی از ما شده کار خورده مواظب حرف زدنت باش حسن. آخه جناب سروان هر اتفاقی که تو این شهر میفته این سرکار یه راست میاد سراغ ما. آخه به من چه بابا که این مردم حقه‌باز و کلک بازن. بله ولی این دفعه از اون دفعه ها نیست. پول یه بدبختی رو تو قمار بردم. حتما این دفعه کار توه، فهمیدی؟ من به کلاگیس آریه عمم خندیدم. من که گفتم بابا خیلی وقت دست به قمار نزدم، این دفعه وال ما رو عوضی گرفتین. عربا رو اما میگیری؟ قربونت برم، ما که گفتیم وال کار ما نی. قربان حاضره. ببینم این همونه که پولتون رو برده؟ چطور؟ چرا زل زدی؟ شناختی؟ ده خوب نگاه کن، منم حسن کبابی. همینه، خودش را جانسر با خودش را زنجیر برای کرد. تو پولم رو با حقاباتی بردی، تو حسن ندی نمیشنم بری، پولم رو ازت میگیرم. شیده نمیگی کنم، اما پولم رو ازت رو خیال کردی، آلو پشنگی را بردی. جانسر با، جناب سروان کارم همینه، خودشه، این به من برد زد، پولم رو برد. جناب سروان من پولم رو میخوام جانسر. بسیار خوب، شما بفرمایید برای تحقیقات دوباره احضارتون میکنم. بفرمایید آقا. جان سروان به مود قسم به بلای علی من تا حالا این مرد که چاخانو ندیدم. خب که گفتی از بیخ عربی ها، حالا منم میفرستمت همون جایی که عرب نیانده. منم بمیرم اگه من بازداشت موقت. بیا من بلا. میدونم این کلک زیر سر کیه. بیا بازداشت بیرون. میدونم بیا بازداشت بیرون. خب کار تموم شد؟ بله کارش ساخته، همونطوری که دستور داده بودی بازداشتش کردم. باری کلا فقط چند روز تو هلفتونی نگرش دارن کافیه، منم تا اون وقت با دختره عروسی کردم. خیلی ازت ممنون. بیا اینم پاداشت. متشکرم. خدافظ. به سلامت.
حالتو نمیخوری؟ حوصله ندارم بابا. من میدونم چرا حوصله نداری. اصلا به تو چی که دخالت میکنی آبجی؟ آبجی؟ بابا جون چون حسن دیر کرده آقا اوقاتشون تلخه آب پرتقالشون رو نمیخورن. خب میاد، شاید براش کار پیش اومده. اصلا نیاد، مگه مهمه؟ من نمیفهمم همه توی این خونه کار و زندگیشون رو ول کردن فکر حسن آقا. راجب اون اینطور حرف نزن دخترم. من چیزایی از اون دیدم که کمتر مردی این صفاتو داره. همین دیشب یادت رفته؟ خیلی خب بابا، ما اصلا حرف نزدیم. این چیزی خیلی بهتره. راحت نشو بهرام جان، خودم الان میرم میارمش، لابد سر کارشه. پس دیگه احماتو واکن، از بس قیافه احمالوتو دیدم دلم گرفت. سلام. سلام، حسن کجاست؟ بازداشتم. بازداشته؟ برای چی؟ نمیدونم قربان، مثل اینکه یکی واسش زده. تو کلانتری بازداشت موقته. نناشم الان اینجا بود، در به در دنبال یه زامن معتبر میگرده که آزادش کنه. برو کلانتری، برو. بسر. نگاه کن نامزده تو من. سلام، حالت خوبه؟ نه، آقای توانگرا نیستن؟ شما چتونه؟ چرا اوقاتون تلخه؟ مگه چی شده؟ چیه ستاره از دست من عصبانی هستی؟ آره معلومه، حرکت دیشب تو رفتار یه مرد تحصیل کرده و آقا نبود. مگه من چی کار کردم؟ تقصیر خودت بود که مس کردی. من نمیدونم اگه حسن نرسیده بود چه اتفاقی میافتاد. هیچی، هیچ اتفاقی نمیافتاد. من از اون آدمایی نیستم که از موقعیت سوء استفاده بکنم. همش تقصیر همون حسنه که این دروغ رو واسه شماها گفته. حالا دیگه اوقات تلخ نشه. ما فردا شب قراره با هم دیگه عروسی کنیم. باشه. خب منو میبخشی ها؟ نمیدونم چی بگم، فقط میدونم زن و شوهر شدن من و تو کار اشتباهیه. قربان حاضره. آزادی حسن، میتونی بریم. ببخشید جناب سربان، به ما که نگفتیم واسه چی بازداشت شدیم. حالا اقلا به همون بگیم برای چی آزاد میشیم. آقای توانگران ضمانت تو کرده. آقای توانگران؟ رفیق خودم به مولا یه پارچه آقا. فقط مواظب باش آبروی این مرد محترم رو نبری. نو کرشم جناب سربان. حالا خود زن تو طول داشت رفت، گفت بری خونش کارت داره. مثل اینکه احقانون دخترشه. دختر و پدر چه شانسی آوردن که حاجیت به موقع آزاد میشه. رفتم که آبروش نجات بدم. آبروی من در خطر دختر. من قول دادم تو رو با اون بدم، حالا چطوری زیر قولم بزنم؟ نه، من اونو دوست ندارم. من فکرامو کردم، اون مردی نیست که بتونه شوهر من بشه. این حرفا مزخرفه. دوست ندارم چیه عادت میکنی؟ نه پدر، نه. درسته که من تو رو یه دختر آزاد بارو بردم، ولی اینجا صحبت آبروی منه. تو حق نداری با آبروی من بازی کنی. همین فردا باید عقد بشی، و الا دیگه دختر من نیستی. آبجی چی؟ ببینم کسی دیگر رو دوست داری؟ آره من میدونم کیه. اسمشم نبر، اون یه حیوونه. اون اصلا این حرفا رو نمیفهمه. اون چه میفهمه عشق چیه؟ نه، اونم میفهمه، خیلی هم خوب میفهمه. فقط نمیتونه فکر کنه تو ممکنه اونو بخوای. از همون روز اول خواستمش، اما چیکار کنم؟ قبلا به کسی دیگه ای قول داده بودم. خب به خودش بگو. چطوری؟ من ازش میترسم، اون یه وحشیه. اون همیشه منو به چشم یه دشمن نگاه میکنه. تو باید با حسن عروسی کنی. اون مرده، اون یه آقای واقعیه. دلم میسوزه که چرا باید اون نفهمه که من دوستش دارم. دل کباب، جگر کباب، دل بی دلبر کباب. من نمیفهمم کسی که شعرهای به این قشنگی میخونه چطوری معنیشو نمیفهمه. موسیقی
شما نباید این کارو بکنی. این عروسی به صلاح شما نیست. این آدم مزخرفیه. یه آدم حقباز کلاهبرداره. حسن جان آواز، آواز تو عصبانی هستی. آره بابا این دفعه دیگه با آوازم درست نمیشه. من نمیذارم این عروسی سر بگیره. خودت برو بهش بگو به من چه؟ من چه بهش میگم اگه میترسم؟ اگه اینو میگم من مصلحت شما رو میخوام آقای تبار. تبارگر! عین خب بابا تبار، یه چی فرق نمیکنه. تو هم همه جا رو ورکنی دو دستی توانه چسبیدی. من که دخترتون از سر راه پیدا کردین که میخواین به این وضع سرتون بازش کنین. حیف به این حرف بزنین. حالا لخ باشی یه با لباس. ما کاری نداریم. ما باز حرفامونو بزنیم. به نفته من که بعد تو رو نمیخوام پسر. که خانوم من توی خانواده نون و نمک خوردم. نمیتونم ببینم زندگیتونو دارم به هم میریزم. تواس با این پسر عروسی کنی. تو دلیلشو به من بگو. چرا؟ گفتم که اون آدم مزخرفیه. نشد. علت دیگه ایم داره؟ نه 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 همون که گفتم. نه نه خیلی پکره. کجا بودی؟ از پیش آبجید میام. بهش گفتی؟ چی چی رو؟ که زن اون نشه. آره با فقط نمیدونم چرا گوشش بدهکار نیم. من هرچی میگم اون یه چیز دیگه جواب ما رو میده. آبجیم گفت دوست داره. چی؟ باید چه تو کار بزرگتره دخالت نکن. تو هم گفتی دوستش داری؟ من؟ نه من نه نداشم. واسه من چاخان نکن. تو خودت معلم منی. من هرچی بلدم از تو یاد گرفتم. از قیافت میفهمم تو هم دوستش داری. ما رو چه به خاطر خواهی آق برا. من همیشه دلم میخواست اون زن تو بشه. تو خیلی خوب بابا همه شما که از این حرفا میزنین مثل که همه تو دست بیکی کردین من اذیت کنی. خداحافظ من رفتم. حسن حسن ماشاءالله به جونت خسته نشدی؟ نه من که والا خسته شدم. بس که رو آجرای حیات را رفتی و همه رو لخت کردی. بنداش الان وار شد یه دقیقه بیشی. آجری آجریم ننه. من با هاست موچه این اسمال رو وا کنم. اون پاک قاف توانگران دزدیده. وا ننه یه قاف که اینقدر حرص و جوش نمیخواد. ببینم مگه توانگرانم قاب میریزه؟ بننه تو هم که همیشه اون بر قضیه ای. آخه این اسمالی که ما میشناسیم که ننه بابا داشت که ما نمیدونستیم. حالا به من و تو چه که داشته یا نه؟ آخه اون میخواد دختر توانگرانو بگیره. خب بگیره به ما چه؟ مگه میخواد ما رو بگیره؟ بابا اون لایق دختره نیست. ببینم پس یارو دختره باز خوب چیزی باشه. آره نه بابا یعنی نه همچه خیلی خوبم نیست. خب یه دختره دیگه یه دختره. خیلی خب پس از پس هم برمیان بز بگیرتش. اما من اجازه نمیدم دختر زنش بشه. تو غلط میکنی. مگه بابای دختره ای؟ اگه راست میگی یه کاری بکن که دم به ساعت نیان بگیرن ببرنت کمیسری. واسه من داروغه شده یک کاره. نه 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 دلم فقط از این میسوزه که هیچکی پیدا نشد پته این بیمعرفتو بریزه رو آب. برو بابا تو هم بیکاری ننه چه حرفا. شاید هیچکی نمیشناستش. پیده کردم ننه یالا پشت بریم. پشو پشو مگه تیر بلند شده؟ بلند شو. آخه کجا؟ باید بریم روبرو کنیم ننه. باید بریم باید بریم عروسی با این ننه بیابه. کسی که دعوت نداره این همه ناز نداره. بریم قربون گیسا. راستی بابا حسن واسه اخ کنو نمیاد؟ آه والا نمیتونم. ببخشین منظورتون همون حسن کبابیه؟ نه اون تو این مجلس جاش نیست. نباید هم بیاد. چرا جاش نیست؟ اون همه جا جاشه. من میدونم اون حتما میاد. زود باشتره داره دیر میشه. آی ننه این خود صاحب کن نفسم گره. دیگه رسیدیم یه های خونه شده. برتون راستی آقا برای عقد کردن کی قراره تشریف بیارم؟ والا قراره که داداشم عموی ستاره جونه میگم. آه بله بله خدمتشون ارادت دارم. بله اون قراره آقا رو با خودش تا یکی دو ساعت دیگه بیاره. البته اگه قمار بذاره. میترسم بشینه پای بازی و ما رو تا آخر شب منتظر بذاره. بی جلو ننه حسنی اومد. ننه جانت من یه رفیق داشتم اسمش اسمال بود. بهش میگفتن اسمال یکتی. بی جلو ننه این یارو رو خوب نگاش کن ببین میشناسیش. همون اسمال یکتی نی؟ با خاک به سرم این کجاش اسمال ننه؟
نه نه این همون اسماله، مگه نمیشناسیش؟ یادت رفت هر شب یه بود کشمش میخورد میومد خونه ما زیر کرسی تا صبح میخوابید؟ یادت رفت خونه شاگرد اوسلی علاقه بند بود واسه اینکه دستش کج بود بیرونش کردن؟ یادت رفت وقتی که با من حبس بود هرچی خوراکی واسه من میووردی اون همه رو کش میرفت و هیچی به ما نمیداد؟ بعدش هم افتاد تو قمارا شروع کرد سر مردم رو تراشیدن، همه اینا یادت رفت؟ این همون ناکس اسماله، برو جلو خوب نگاش کن. نه 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 این یکی دیگه است. اسمال چاق بود، اسمال کچل بود، اسمال کوتوله با ویلا بود، اما ماشاءالله هزار بار ماشاءالله یا آقا قدش نه نه بس چاخان نکن، دارم از دست دیوونه میشم. تو خدا مرگم بده ننه قربونه قدت، اگه داری دیوونه میشی مجلس مردمو به هم نزن، یه وقت دیوونه بازی در نیاری جون ننه ها. ننه بمیره بیا بریم، بیا بریم ننه. حسن ننه بی کلید دارم. بیا ننه بیا. حسن جایی نمیره، بر میکرده. بریم بالاخره پسته رو آب می‌ریزم. اصلا نگفتم جای این لاتی پوتیا تو این مجلس نیست آقا. آخه ننه چرا چخان کردی؟ بابا حسنی چرا میخوای عروسی دوتا آدم رو به هم بزنی؟ تو که اینقدر بخیل نبودی؟ اه؟ پا واسه گفتی؟ خود امام گفته دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیزه، مگه نگفته ننه؟ او راستی حسنی بیا شیر یا خط بریم ببینیم عروسی را میفته یا نه. اگه شیر اومد میشه، اگه خط اومد که ننه این همه پول؟ ببینم تو هم آره ننه؟ خب ننه منم دلم میخواست برم زیارت، تو که واسه نمیرسی. من دیدم چرا این پولو از اسمالی نگیرم، یه دروغ میگم و پولا رو میزنم به جیب. آخه ننه اینجور پولا حرومه. میبرمش خدمت آقا، آقا قربونش برم حلالش میکنه، خودم فکراشو کردم. لا 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 تو دیگه سلام خان داداش، چقدر دیر اومدی؟ آخه داداش بازی تایم داره، نمیشه که همینجور الکی بلندشم بیام. این سه تور آخر خیلی طول کشید. هیچ میدونی سیر بغلتو چی؟ نه داداش، فقط میدونم این دفعه هم عینکم شکست، مثل اینکه تو این خونه یه کسی با عینک من دشمنی داره. نه داداش این چه حرفیه میزنی؟ تو خونه منو دشمنی؟ خب بالاخره نگفتی کی زیر بغلتو گرفت؟ از این تو بودی به من کمک کردی داماد عزیز، قربون تو شاد و ماد، بذار صورت ماه تو صد پا مرتبه بموشم. من کار دارم الان برمیگردم. صاحب کن، هنو مراسم معرفی تموم نشده. مثل این که من تو رو میشناسم. بله 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 درسته، همین چند روز پیش بود که همین که خدمت تو رسیدم. داداش مثل این که حافظتو از دست دادی، اسماعیل جانو همینجا بهت معرفی کردم، ایشون نامزد ستاره جونه، چطور فراموش کردی؟ نامزد ستاره؟ بله بله خان داداش، آخه اون موقع مثل امشب عینکتونو شادومات زد انداخت و شما نتونستید دوماد خوب بشناسینش. تو دیگه خفه شو. آخش چش ما خفه میشیم، اما دیگه خانداداش خفه نمیشن، خودشون چش دارن میتونن جمالتون رو سیاحت بکنن. جریان ساندویچ ورق یادتونه خانداداش؟ ساندویچ ورق؟ حق باز کلک پس فتر تو بودی که با کلاهبرداری اون روز پول من و یه عده بیچاره رو بردی؟ من نمیذارم این عروسی سر بگیره داداش، این مردی که یه کلاهبرداره شارلتانه، اینو بهش میگن اسمال کسی، پول از اون برگزنهای قهاره، اون تو هفت آسمون یه ستاره نداره، این لیاقت دختر تو رو نداره. تو وقت میخوای دختر تو بده بیره آسمون جان، من نمیذارم. آب خونه چی هری؟ خفش کن.
خون بردش. چطوری ها؟ باشا بیاره فقط این دفعه که باختی آدم تو خانه قمارا برنده نمیشه. برش کن حسن بس دیگه، بذار گولشو گم کنه. بله گم کنه گم کنه. ولی سر چی هست؟ مارا بابا خود دعوار را انداختی، حالا میگی سر چی هست؟ بلش کن حسن، بلش کن، بلش کن، بسته دیگه، بلش کن، بسته دیگه، کشتش. بلند شو، بلند شو، گورتو گم کن تا تحویل پلیس ندادم بهت. پلیس لازم نیست، بعد از این درسی که امشب بهش دادم دیگه به هیچ کی نارو نمیزنه، مخصوصا به رفیقش. آره بلند شو، بلند شو رفیق، برو واسه خودت یه کار کاسبی آبرومند دست بکن. خوش گلدی. من دیگه هیچ وقت قمار نمی کنم، برای اینکه در بزرگترین قمار زندگیم باختم. متشکرم حسن، تو زندگی منو نجات دادی. نزدیک بود. آره تو زندگی روبرا شد، اما من همه چیزم از دست دادم، کارم، رفیقم، همه چیزم. نه حسن، نه رو. زندگی من مال توه، من در مقابل مردونگی تو پشیزی ندارم. از امروز تو مثل پسر بزرگ من هستی. اینجا به خواهش میکنم حسن، از پیش ما نرو. پدر من اونو دوست دارم، نظر بره. از همه تون ممنونم، ولی یادتون نره که من حسن کبابیم، من یه دنیای دیگه ایم. ناراحت نباشیم، شایدم یه روزی دوباره پیش شما برگشت. من رفتم. حسن نه، نرو حسن، اینجا بمون، نرو.